گذشته پارلمان اروپا شاهد رفت و آمد و جلسات متعدد و بی سابقه نمایندگان پارلمان اروپا و سران کشورهای اروپایی در ارتباط با رفراندوم انگلیس و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بوده. از این فرصت استفاده کردیم و ارتباطمون رو با تهران سرای قلم برقرار کردیم. آقای خزلی، سپاسگزارم از این که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت میکنید. سلام علیکم. البته خب حادثه جالبیه، کشوری که به هر حال میدونید قوانینش کشورهای زیادی از رژیم حقوقی کامل رو پیروی میکنن که مال انگلیسه و جالبه که این کشور بدون قانون اساسی نداره و با یک قانون عرفی داره اداره میشه و در این مقطع در واقع منافع ملیش ایجاب میکنه در پارلمان اروپا بماند، یعنی در واقع در این اتحادیه بماند یا از اتحادیه خارج شود، به رفراندوم رجوع میکنه. یعنی یک مطلب شاید خیلی اساسی هم نیست موندن در یک در واقع اتحادیه یا خروج. در جاهای دیگه هم ما دیدیم و امیدوارم که درسی باشه برای دنیا که اگر مردم راجع به موضوعی برای ایران خودمون انشالله اگر جدی سوال دارند بتونیم به رفراندوم رجوع کنیم و نظر مردم رو بگیریم. به هر حال موفق باشیم. میدونم اونجا امروز شلوغه، اما قصه امروز ما در ایران شاید فساد سیستماتیک و سیستم دوست پروری است که در ایران شکل گرفت. آقای خزلی، شما مستقیما به سراغ اصل مطلب رفتید. سوال من در ارتباط با این فساد سیستماتیک گسترده در سراسر نظام حاکم است و همینطور که شاهد بودیم آقای ناطق نوری در شب قدر در آرامگاه آیت الله خمینی هم به این مسئله اشاره کردند و فرمودند با توجه به این فسادهای گسترده و این حقوقهای نجومی ما چگونه میتونیم ادعا کنیم که میخواییم برای دیگران الگو باشیم؟ نظر شما رو در این ارتباط میخواستم بدونم. ببینید، اینکه همه میگویند بالاخره از شاه تا گدا میدانند که فساد مملکت رو گرفته، رتبه اول فساد رو داریم در جهان و از نظر سیستم اداری بحث رشوه و فساد اداری هم بیداد میکنه، رتبه نخست جهانی رو داریم، همه میدونند، اما چه کار میکنند واقعا با این قضیه؟ همین آقای ناطق که در شب قدر من هم بودم در پای صحبت ایشون میفرمایند و گله میکنند چه کردید؟ ببینید، اگر این فیش های حقوقی و این برداشت های به ظاهر قانونی و ناجوان مردانه از بیت المال، ببینید دولتی که 45 تومن یارانه کارگر رو نداره بده و داره به لطایف الهیلی قطع میکنه که حقم داره، اون وقت یه دفعه بالای 600 میلیون چند صد میلیون داره به یک مدیر حقوق میده. این واویلاست. من بارها عرض کردم که حقوق اوباما ماهی 20 هزار دلاره، یعنی 10 برابر حقوق یک کارمند و حقوق بعضی از اینها تا 700 برابر بوده، 700 برابر حقوق یک کارگر، و این واقعا قابل تحمل نیست و باعث شرمساری. اگر این اتفاق در آمریکا یا اروپا می افتاد قطعا نخست وزیر و یا رئیس جمهور باید استعفا میداد. اگر این اتفاق در ژاپن میافتاد نخست وزیر آراگیری میکرد و به حیات خودش خاتمه میداد. اما در ایران عذرخواهی هم نمیشود، توجیه میکنند که از قبل بوده است. ببخشید، قبل از اسلام دختران رو زنده به گور میکردند. آیا میتواند پیامبر همین کار رو ادامه دهد بگوید از قبل بوده است؟ قبل از اسلام خیلی فسادهای دیگه هم بوده، قمار هم بوده است و جنایت‌های زیادی بوده است، روابط نامشروع بوده است. آیا بایستی پیامبر اون نامشروع رو و اون روابط غلط رو امضا کنه یا اینکه بایستی اصلاح کنه؟ این توجیه غلطه و قطعا من فکر میکنم اگر میخواییم اصلاح بشه، آقای ناطق نوری همون جا که هستی و پای صحبت شما سه تا معاون، در واقع معاون اول رئیس جمهور و دو معاون و دستیار دیگه نشستند، همونجا میگفتی که خب دولت چه کار میخواد میکنه، مجلس چه میکنه، چرا دیوان محاسبات کاری نکرده، بازرسی کل کشور چه کار میکنه،
بازرسی ریاست جمهوری چه کار میکنه، بازرسی رهبری چه کرده است. این همه ماشاءالله نهاد بازرسی داریم، هیچ کدوم در واقع حساسیتشون برانگیخته نشد، ککشون گزیده نشد که داره این تخلفات گسترده رقم‌ها نجومیه. بحث یک حقوق و دو حقوق نیست، وقتی بریم شاید هزار مورد لااقل حقوق‌های نجومی و غیر متعارف داریم که داره از جیب این ملت میره و تمام سرمایه ها این یه طرفشه. هزینه های نجومی برای یک کار ساده تا 6 برابر هزینه واقعی هزینه میشه و 5 قسمش به جیب بعضی از این کارگزاران میره و 1 قسمش هزینه واقعی. ما بارها داشتیم که سپاه و سرداران در مناقصه شرکت کردن، نفر اولی که پاکت داده خیلی نازل بوده، گفتن ایشون صلاحیت نداره، بعد دادن به اون شرکت سپاهی، او برنده شده به قیمت مثلا 5 برابر. بعد اومده به همون پاکت نازل گفته تو بیا اجرا کن هم پول بهت میدیم، یعنی 4 برابر شما می‌خواستیم بخوریم، و به همون فرد رجوع کردن که مجری تو باش ولی واسطه بکنن. این قصه ها هست و متاسفانه تا وقتی که به جای دزد دزدگیر رو میگیرن، ببینید آقای اشرفی اصفهانی به عنوان مسئول، به عنوان بازرسی ریاست جمهوری در یک مصاحبه از تخلفات نماینده‌ای و فرد دیگری از دولت دهم سخن میگوید، ولی اسم نمیاره، از آقای بقایی یا آقای رسایی اسم نمیاره. اون دو نفری که متخلف بودن راست راست راه میرن و آقای اشرفی اصفهانی به شکایت آقای رسایی و بقایی پروندهش سریعا به جریان میفته و محکوم میشه به زندان. یعنی این روحانی آزاده رو به زندان محکوم میکنن که چرا بدون ذکر نام گفتی یک نماینده و یک نفر از معاونین دولت سابق پرونده‌ای دارن پیش ما، پرونده تخلفاتی دارن در نهاد ریاست جمهوری. خب تو دزدگیر رو گرفتیم و محکوم کردیم. خود من در همین مجموعه فکر میکنم وی او ای بود، نه اینجا، عرض کردم که در وزارتخانه 58 میلیارد میلگرد فروخته شده به 3 شرکتی که حالا پشت این شرکت کی هست بماند، و اینها 18 میلیارد 20 میلیارد 20 میلیارد چک دادن 2.5 سال پیش، چک بلا محل و هیچ اقدامی نشده. یکی از رقم ها بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ به جای اینکه این شرکت ها رو برن پول بیت المال رو زنده کنن برگرده، که البته آقای وزیر اخیراً گفته ما اقدام کردیم بعد از مصاحبه بنده، امیدوارم که پول بیت المال برگرده به بیت المال. اما همین آقای وزیر دیشب سحر به من وکیل من زنگ زد که در یک مجتمع قضایی رفتم، در مجتمع قضایی کارکنان دولت، و دیدم علیه تو شکایتی شده و حکم جلب بدون هیچ ابلاغی صادر کردن. ابلاغی من نشده، روحم خبر نداره. سحر 23 مشغول احیا بودم که آقای حمیدانی وکیل گفت بله آقای وزیر که 58 میلیارد تخلف واضح داره و اموال بیت المال رو به ثمن بخش سازه به قیمت روز، میتونید توی اینترنت سرچ کنید که میلگرد چنده، 10 میلیارد ارزونتر دادن و تازه علارغم اینکه به ثمن بخش دادن مال بیت المال رو، ولی پولش 2.5 سال اون چک ها وصول نشده. منی که اعتراض میکنم بایستی برایم حکم جلب صادر شه، یا برای اون وزیر یا برای اون شرکت ها. چرا بدون پشتوانه با یک چک بلا محل 2 ریالی شما 58 میلیارد تومان کالایی که نقده، میدونید آهن همون ساعت یا پیش فروش اول پول رو واریز میکنن و بعد میآیند و کالاشون رو تحویل میگیرن، جنسشون رو تحویل میگیرن. از این موارد زیاده و وقتی وارد میشیم میبینیم که تمام پمپ بنزین های کشور اون مسئول پمپ داره دزدی میکنه، 10 لیتر 5 لیتر بسته ماشین 15 لیتر. وزیر نفت گفته من رفتم پمپ بنزین 15 لیتر برام کم زدن. خب برای همه هست، برای من ده ها بار اتفاق افتاده، ترفندارم میدونم، برای خانم ها میگن برو جلو که نبینی کنترل، یا از پشت میزنن میگن این طرفش خرابه که کانتر رو نبینی یا متوجه نشی چند لیتر بنزین زده. یا برای من وقتی سوپر میزدم 50 لیتر میزد میرسه 60 تومن، میگفت 60 تا شد که 72 تومن پول بگیره و بارها پول رو پس گرفتم و حتی یک نوبت برای اینکه متنبه بشم یک
فرمی داشته باشم میتونم زنگ بزنم پلیس 110 اومد و اون گزارش رو گرفتم برای یک مقاله بنویسم و جلوی این دزدی ها رو بگیرم. وقتی باهاش برخورد میکنم پلیس میاد میگه شما زورت به ما رسیده، همه مملکت دارن دزدی میکنن. اون نگاه میکنه میبینه مسئولین دارن دزدی میکنن، مهم اینه که قبح دزدی ریخته شده. میگه وقتی که 1000 میلیارد و 3000 میلیارد و این فیش های نجومی دارن از جیب من کارگر دزدی میکنن، خب من کارگرم از جیب مردم دزدی میکنم و قبحش ریخته. اگر رضاخان بود اون بنزین اون 10 لیتری که از من دزدی کرده، اون مسئول پمپ بنزین رو، اون 10 لیتر رو میریخت رو سرش و آتیشش میزد تا دیگه کسی جرئت نکنه دزدی کنه. من نمیخوام بگم روش رضاخانی درسته، اما این شاه سلطان حسینی هم که الان هست اینم وابیلاست. روش شاه سلطان حسین هم درست نیست که واقعا هیچ خلافکاری هیچ دزدی نگران نیست. قوه قضاییه فقط برای کسانی که آزاد اندیشن، برای اندیشه آزاد، برای عقیده خطرناک است. برای دزدان مأمن است، پناهگاه است، دزد پرور است. قوه قضاییه دزد پناه است. دزد رو میگیرید گرفتار میشید. اگر شما برید در همون پمپ بنزین شکایت کنید که از بنزین من دزدیده، شما از زندگی میافتید، در صورتی که باید قوه قضاییه بیاد سریعا اقدام کنه، اونو محکوم کنه، خسارت شما رو هم بگیره، اعصابتون، وقتتون، که شما انگیزه داشته باشی. اول قدم این که شاکی بتواند جلوی این فسادها بایستد این است که از زندگی نیفته، سریع رسیدگی بشه و جبران وقتی که میذاره و خسارت مادی و معنوی و اعصابی که میذاره جبران بشه. این قصه ها زیاده، اونقدر زیاده که شما نگاه میکنید میبینید که در جزئیات زندگی همه ما ورود کرده و مردم حوصله ندارن با دزد برخورد کنن. دزدی که اومده در جلوی خونه ما کامپیوتر ماشین پژو رو برده، فیلم داریم، زن فیلم 28 ثانیه به پلیس میگیم که فیلم داریم. یا خب یادگاری نگه دارید به چه کار میاد؟ چی فرصت داره به دزد بگیره؟ این جواب پلیس بنده میگه اونو یادگاری نگه دارید. فیلم هست، چهره هر دو نفر موتور سوار مشخصه، اما پلیس حتی زحمت نمیکشه فیلم رو ببینه که این دزدها کی بودن که اینقدر سریع از ما راحت تر در کاپوت رو باز کردن و ظرف 28 ثانیه از آمدن و رفتن در شلوغی خیابون کامپیوتر ماشینو بردن. این از کجا شروع شده؟ از دزدی مسئولین. گفت الناس علی دین ملوک، هم نگاه میکنن میبینن از اون رأس مملکت تمام مسئولین دارن مسامحه میکنن با دزد. آقای ناطق نوری اومدی بگی آقای رئیس جمهور دیگه با این فیش های حقوقی باید به فکر کسی دیگه باشیم، اصلا خود شما آقای ناطق نوری کاندیدا بشو، آقای خاتمی بیاید، دیگران بیاید، علی مطهری بیاید. اما رئیس جمهوری که بعد از 3 سال نمیداند که 1000 تا فیش حقوقی نجومی داره از سیستمش خارج میشه و بعد پول نداره پول یارانه بده، تو که پول نداری نمیفهمی که داره 600 میلیون حقوق یک نفر از صندوقت میبره؟ اگه پول داشتی خیلی نمیفهمیدی، میگفتم خیلی پول داری. شما 45 تومن پول یارانه کارگر یا اون روستایی رو نداری و بعد میام 600 میلیون رو ککت نمیگذن. اخیر این که رئیس جمهور نمیداند قابل قبول نیست. قطعا میداند، دولت میداند، مجلس میداند، قوه قضاییه میداند، بازرسی میداند و همه مشغولند. همه گیر شده از یک اپیدمی شده از این خوردن و چپاول بیت المال و متاسفانه سکوت میکنند. شما نمیدانید پل صدر چقدر برآورده هزینش بوده و پیمانکار خارجی چقدر پیشنهاد داده و سرداران با چقدر تموم کردن. نمیدونید چند برابر هزینه پیشنهادی پیمانکار خارجی اینها هزینه کردن برای پل صدر. اینها رو نمیدونید واقعا؟ نمیدانید، نمیخواهید برخورد کنید چون همه سهیمند. سیستم ربوی وجود داره نمیدانید؟ میدانید. اما قوامین و انصار و بقیه پولهای سرداران و حضرات آیات داره در همین سیستم ربوی سود میگیره، پاشون رو پاشون میندازن و با سودش وجوهات طلبه بیچاره رو میدن، با سودش دارن کار حزبیشون رو میکنن. بایستی ربا باشه. اگر این سیستم بانکهای ربا خار جمع بشه و بانکهای خارجی شعبه بزنن و با نرخ 2% در سال به مردم وام بدن، خب اینها ورشکست میشن و وقت اینها چگونه پاشون رو پاشون بذارن و وجوهات بدن به طلبه ها و آقایی کنن؟ چگونه پاشون رو پاشون بذارن و سردار بشن و پول خرج کنن و پولهای نجومی خرج کنن و آنچنان کارهای
سیاسیشون و اهداف سیاسیشون با همین پولهای ربوی اداره کنن. میخواهد فساد مالی، فساد اقتصادی بیداد میکنه و همه میدانند. و آقای رئیس جمهور به نظر من اولین کاری که میکنه این است که مردانگی کنه. نمیگم هاراگیری کن، نمیگم خودکشی کن، نه، ولی فکر کن که کس دیگری باید جای شما برای دور بعد بیاد و طمع نکن به این کرسی. ملت اگر رأی دادند به آقای روحانی در دوره قبل، دوره بعد، یعنی به این حقوق‌های نجومی، به چپاول بیت المال که 3 سال بعد از انتخابات 92 ادامه پیدا کرده است، رأی آری دادند. این یک رفراندوم است. مردم اگر می‌خواهید به دزدی، به چپاول و اختلاس بله بگویید، باز هم به روحانی رأی دهید. وگرنه هیچ اتفاقی نمی‌افته. روحانی رو ما ظرف 48 ساعت خلق کردیم. باید تلاش کنیم کس دیگری رو بیاوریم و همه اجماع کنیم برای اینکه حداقل بگوییم آقای روحانی با حصر و حبس نمیتونستی، دست تو نبود. آیا با پول نگرفتن و برداشت ناروا و نجومی از بیت المال نکردن هم مشکل داشتی؟ مسئله امنیتی بود. میگفتن چرا 600 میلیون حقوق مدیران نداده اید؟ چرا 45,000 تومان یارانه آن کارمند رو حذف کردین و 600 میلیون به مدیرانتون حقوق دادین؟ واقعا مسئله امنیتی پیش می اومد و لابد جناح حاکم می اومد شما رو می گفت فتنگر بهید که چرا پول زیاد نخوردید و نبردید. نخیر، اینا توجیهه و قطعا من انتخابم روحانی نیست و باید مردم بدونن این مطالبه رو جدی کنید و بایستید، بایستی فرد دیگه ای بیاید. اگر ما کسی نداشتیم بین سبد آقای جنتی، اگر ماندیم بین جلیلی و احمدی نژاد و روحانی، اون وقت تصمیم می گیریم که کدام یکی برای ما دفع افسد به فاسد است و انتخاب بد از بدتر است. اما الان هنوز باید دنبال صالح بگردیم، کسی که پاک دست باشد. من هنوز هم توصیه میکنم حتی اون که امتحانشو نداده، اب نداره بگیم شما فلانی امتحان نداده، بهتر از این است کسی که امتحانشو پس داده. آزموده را آزمودن خطاست. من با قاطعیت میگویم اشتباه نکنید، ما مجبور نیستیم بر روحانی بمانیم، عقد اخوتی با او نخونده ایم، او تا الان به تعهدات خودش عمل نکرده است. برجام را جناح حاکم و رهبری از او خواست انجام داد، بقیه موارد رو هم اونها خواستند انجام داد. اما این که الان برجام اقتصادی انجام شد، این 3 سال میتونستیشون شعب بانک‌های خارجی رو هم دایر کنه، نکرد، چون هنوز جناح حاکم به این نقطه نرسیده است. قطعا میرسه روزی که به ته بن‌بست برسه از نظر اقتصادی و ناچار شه که ارتباط اقتصادی با دنیای آزاد رو بپذیره. اون روز آقای روحانی باز میخواهد قهرمانانه بگوید من کردم، این 3 سال چرا نکردی؟ این کاری که بایستی اقتصاد ما به دنیای آزاد، به آبهای آزاد اقتصاد بین المللی وصل شود، یک ضرورت است. ما الان در یک جزیره هستیم، اون وقت ناچاریم خودروی بیکیفیت رو مردم تحمیل کنیم و کارهای بیکیفیت. اگر در یک رقابت آزاد قرار گرفتیم دیگه مجبور نیستیم. من فکر میکنم مخلص کلام این که جامعه دوست پرور دوست پناه است و به جای دوست دوستگیر رو بازداشت میکنند و به جای دوست با کسی که دارد فریاد میکند از اختلاس ها و تخلف های اقتصادی داد میزند با او برخورد میکنند و نتیجه هم همین است. مردم بایستی به عنوان پاسخی به روحانی نه بگویند و به دنبال فرد دیگری بروند. هنوز فکر میکنم 11 ماه و اندی تا انتخابات باقی است و فرصت این هست کسی را پیدا کنید. اشتباه نکنید، تخم مرغ‌هایتان را در سبد روحانی نگذارید که روحانی بعد از انتخاب 4 سال دوم روحانی دیگری خواهد بود که شما تصورش را هم نمی کردید و نمی کنید. موفق باشید. آقای خزلی، شما به قوه قضائیه اشاره کردید و ما با استناد به مسئولان خود نظام که با آوردن این مثال که هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک، یا اینکه قوه قضائیه باید مورد اعتماد مردم باشند و عملکرد قوه قضائیه، ما به این نتیجه میرسیم که
قوه قضاییه استقلالی از خودش نداره و مورد اعتماد مردم جامعه ایران هم نیست. ولی وقتی رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی این انتقادها رو در ارتباط با قوه قضاییه میشنوند، جوابشون اینه که اینها اظهار نظرهای سخیف در ارتباط با قوه قضاییه است، یا اینکه کسانی که خودشون مسئول بودند حالا در گروه اپوزیسیون قرار گرفتند. میخواستم نظر شما رو در ارتباط با این بدونم. ببینید، قوه قضاییه که وضعش معلوم است، زمان شاه یک قاضی صاروی علیه محمد رضا پهلوی در واقع احضاریه میفرسته برای محمد رضا پهلوی و مینویسه شاکی یک روستایی، اسمشو مینویسه متشاکی آقای محمد رضا پهلوی، نه شاهنشاه نه اعلیحضرت نه هیچ. و بعد هم بالاخره رسیدگی میشه، حالا قصهش مفصله، و شاه رو محکوم میکنه و محمد رضا پهلوی زمین هایی که پدرش غصب کرده بود برمیگردونه به اون کشاورز. اما در ایران در این 37 سال کدوم مسئول، نمیگم رهبری، آی جنتی هم به دادگاه نیومده، آی احمدی نژاد هم نیومده. من از زرقامی شکایت کردم، همه مستندات بود که در اون شبکه باشگاه خبرنگاران جوان اونها دروغ گفته بودن، اتهام زده بودن، اهانت کرده بودن، بی ادبی کرده بودن. شکایت هنوز رسیدگی نشده. من دو بار بعد از اون زندان رفتم، اومدم وکیلمو بازداشت کردم، مجبور کردم در این پرونده استعفا بده، ولی هنوز رسیدگی نشده. بازپرس رو عوض کردن ولی پرونده رسیدگی نشده. از روزنامه ایران دولتی زمان احمدی نژاد که دروغ نوشته بود که مهدی خزعلی از ایران گریخت شکایت کردم. خب من فکر کنم 6 سال گذشته، هنوز رسیدگی نشده، مدتی در کشور دادستان بود. اما از طرف مقابل آقای بقایی و رسایی از آقای اشرفی اصفهانی که خودش کارش رسیدگی به تخلفات در ریاست جمهوری شکایت میکنه، بلافاصله حکم زندان میگیره براش. یا برای بنده که از تخلفات اعتراض کردم بدون یک احضاریه، برای من وکیل دیشب میگفتش که برات حکم جلب صادر کردن. جلب چی؟ که من گفتم آقا 58 میلیارد آهن رفته از این وزارتخونه با چک 2 ریالی. حالا البته آقای وزیر بعد از مصاحبه من گفته ما شکایت کردیم. حالا این شکایت هم لابد میخواد 2 سال دیگه طول بکشه یا 3 سال دیگه طول بکشه که ایشون از منافع این پول خوب حسابی استفاده کنن. نه واقعا درده. قوه قضاییه ما نداریم. آقای لاریجانی میخواد ناراحت شه یک بار به خاطر اهانت به قوه قضاییه برای بنده یه حکمی بریدن، گفتن تبلیغ علیه نظام، چون من نقد کردم قوه قضاییه رو. قوه قضاییه استقلال نداره، قاضی رأیش رو بازجو، به خصوص در پرونده های امنیتی و سیاسی بازجو انشاء میکنه و او فقط میرزا بنویس است. این واقعیت خود آقایون میگن ما بالاخره خیلی از این قضات درد دلی با من کردن، گفتن ما رو حلال کن، ما فقط میرزا بنویس هستیم، اگر کاری نتونستیم بکنیم حلال کن، اگه بگی استعفا میدی از قوه قضاییه میریم. و من گفتم به قدری که میتونی یک ملاقات به زندانی بدی بمانید، کمک کنید. واقعیت اینه که از این حرف ها زیاده، مسائلی که پیش میاد، حرف هایی که میاد میزنن، از بچهای اطلاعات، از بچهای سپاه، درد دل هایی که با ما میکنن و از فجایعی که اتفاق میفته. من نمیخوام از همین وزیری که درد دلهایی از زمان اطلاعات برای من گفته بخوام اونها رو باز کنم که چه اتفاقاتی افتاده. مو بر تن آدم راست میشود و تحملش برای مردم دشواره، ولی بدونید رئیس زندان، معاون زندان، مسئول فرهنگی زندان، بازجو، سپاهی، اطلاعاتی بارها و بارها پیش ما میان، درد دلهایی میکنن که واقعا باعث شرمساری برای حکومت اسلامی. بله، ما قوه قضاییه باید اصلاح بشه، تا اون درست نشه هیچی درست نمیشه. جمله معروف چرچیل گفتن همه جا رو رشوه گرفته زمان جنگ جهانی دوم، گفت دادگستری چطوره؟ گفتن اونجا سالمه، گفت امیدی هست، اگر اونجا خراب شده باشه دیگه امیدی نیست. و متاسفانه فعلا آنچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک قوه قضاییه. واقعا به قول آقای یزدی، برای اینکه برای من اتهامی نباشه، گفتش که همین الان زیر پای من دارن رشوه میگیرن. این رئیس قوه قضاییه بود اون زمان گفت. و آقای هاشمی شاهرودی گفت من ویرانه یا تحویل گرفتم. اونها که میگن جرم نیست، تبلیغ علیه نظام نیست، اما من میخوام بگم که آقای شاهرودی اون ویرانه الان متاسفانه لودر انداختن صافش کردن، ویرانه ای هم نیست. شاید در ویرانه جغدی لانه کند، اما الان
فضایی نیست حتی در اونجا جغد ایرانه کنن. امیدواریم که اصلاحات جدی به اونجا بپردازه. ما الان امیدی به دولت امید نداریم و به قضایی رو که قبلا هم امیدی بهش نبود. موفق باشه آقای خزلی، سپاسگزارم. خدا نگهدار.